از وقتی که هوش مصنوعی ها اومدن و هی پیشرفت کردند و پیشرفت کردند یکی از ویژگی خیلی خوبی که بهشون اضافه شد این بود که این قابلیت رو به دست آوردن که بتونن تصویر تولید کنند که حالا من در موردش ویدیو دارم توی کانال اگر براتون جالب باشه میتونید برید او اونا رو ببینید اما اخیرا خیلی از هوش مصنوعی ها همین چت جی که امروز میخوایم ازش استفاده کنیم گراک جمنای همه اینها اومدن مدل هاشون رو هی ارتقا دادن و الان میتونن تصاویر خیره کننده ای درست کنند. اما امروز من میخوام یه چیزی رو تست کنم در واقع به ذهنم رسید که بیام تصویر خودم رو بدم و ازش بخوام که حالا کودکی یا بچگیم و اینکه در آینده در مثلا 95 سالگی چه شکلی میشم رو با توجه به عکسی که بهش میدم در واقع برام بازسازی کنه و اولا ببینم که عملکردش چه جوریه چقدر میتونه با واقعیت همخونی داشته باشه خصوصا وقتی که میگیم بچگیمون رو دوباره درست کنه این میتونه آزمون خوبی باشه که ببینیم آیا تونسته شبیه به چیزی که در واقعیت بوده این کار رو انجام بده یا نه و همینطور جالبه که ببینیم خب در آینده قیافمون چه جوری خواهد بود بنابراین یه یه جور ویدئوی فان ولی در عین حال جالب هستش که عملکرد این رو میتونیم بررسی کنیم اون پرامت ها یا کامندی هم که استفاده کردم رو خواهید دید روی صفحه و شما میتونید برای خودتون انجام بدید و ببینید که عمل کردش چجوریه خب با هم دیگه بریم وارد چت جی پی دی بشیم همونطور که میبینید من یه عکسی رو که از توی ویدیو هام هست انتخاب کردم میبینید که وضعیت الانم مو هم ندارم و عینک هم که وجود داره و اینجا پرامتی هستش که بهش دادم گفتم این فردی که توی عکس هست رو در واقع بازسازی کن به طوری که فرض کنیم این فرض 13 ساله بوده و بعد از جمله اول اینجا بهش گفتم که به خاطر که بخواد بگراند رو درست کنه زمان میبره و ممکنه لازم باشه بیشتر وقت بذاره و من خواستم سریعتر این کار رو انجام بده بهش گفتم اگر میخوای بگراند رو میتونی ساده ترش کنی که در واقع پروسس یا فرایند تهیه یا ساخت این عکس یه کمی تر بشه بنابراین اگر دوست داشته باشید میتونید این جمله دوم رو هم بهش بگید که اون فرایندی که داره تصویر رو درست میکنه یه کمی سریعتر باشه ولی اگر براتون مهمه که بکگراندتون هم توی عکس باشه و بر اساس در واقع همون بکگراند عکس رو درست کنه خب لازم نیست این جمله رو بگید حالا بیایم با هم دیگه بریم ببینیم که نتیجهش چطور بوده خب اگر من اسکرول کنم پایین این تصویر رو میبینید و اگر اجازه بدید من تصویر بزرگش رو بهتون نشون بدم این عکسی هستش که از من ساخته در زمان 13 سالگی و میبینیم که عملکردش بد نبوده واقعا البته با توجه که الان سرم مو نداره اینجا هم سرم رو کم مو درست کرده ولی خب من وقتی که 13 سالم بود مو زیاد داشتم و عینک هم نداشتم در اون زمان البته چون بهش نگفتم که توی 13 سالگی مثلا عینک ندارم یا نداشتم اینجا عینک رو دوباره قرار داده برای من ولی به طور کلی خیلی دور نیست از واقعیت یعنی ته چهره رو نگه داشته و اگر با عکس های قدیمی خودم بذارم کنار هم خیلی دور نیست و خیلی به نظر کرده جالبی داشته ولی اون چیزی که خیلی جالبه برام و میشه بهش توجه کرد جزئیاته که ببینید تار موها رو مثلا چجوری درست کرده و چقدر با دقت این کار رو کرده ابروها رو رنگ چشم رو درست در واقع تشخیص داده و خیلی درست رنگ چشم رو گذاشته اون حالت در واقع پوست و بینی من رو درست درست کرده تصویر رو لبها رو همینطور و مثلا میبینید توی سن 13 سالگی تحصیبی رو گذاشته و خیلی جالبه که انقدر به جزئیات دقت کرده نکته دیگه ای که مثلا میشه گفت خالهایی هستش که گذاشته با توجه به اون عکسی که دیده یا این خطی که در واقع بین چونه و لب هست رو میبینید که خیلی شبیه به واقعیت در واقع قرار داده توی تصویر یا خطهای زیر گردن رو که البته توی سن 13 سالگی فکر کنم نباده انقدر شدید مید. ولی در این حال میبینیم که عملکردش در مجموع خیلی خوب بوده و به نظرم خیلی خوب تونسته برگردونه به سن کم اون عکسی که از من دیده بود رو. حالا اومدیم پایین تر و من ازش خواستم که حالا همون عکس اولی که ساختی رو در واقع برگردون به اون بچه پنج ساله یعنی همون فرد پنج سالگیش رو دوباره درست کنم. و میبینیم که این عکس رو درست کرده. حالا بذارید عکس رو توی یه محیط دیگه باز کنم. خب میبینید که این عکس در واقع پنج سالگی منو درست کرده و بگینگی بد نیست در واقع توپل بودم عینک مسلما نداشتم موها رو همینطوری نگه داشت در واقع موها رو خیلی شریح به عکس 13 سالگی نگه داشته ولی خب ابروها رو کمتر کرده چشمها رو تغییر داده کوچیکتر کرده پوست رو بچگانه تر کرده همونطور که میبینید واقعا وقتی که به عکس نگاه میکنید متوجه میشید که پوست مثل پوست بچه هست و خیلی جالبه اما این خطر نگه داشته که حالا من عکسی از بچگیم ندارم یعنی الان همراه هم نیستش که بتونم بذارم کنارش و مقایسه کنم اما به نظر خودم باز خیلی شبیه درست کرده چیزی که به یادم هست مثلا عکس دارم از سه چهار سالگیم اینا ها بازم خیلی خوب شبیه درست کرده و جالبه و میبینید که مثلا فاصله گردن رو با شونه ها کوچیک کرده در واقع در سایز همون بچه آورده بینی رو کاملا متوجه میشید که چقدر تغییر داده و واقعا مثل یه بچه به نظر میرسه و خیلی خوب عمل کرده حالا اگر بیایم پایین تر دوباره من بهش گفتم که بیا پیری من رو بساز در واقع سن 95 سالگیم که اصلا ازش خوشم نیمد باید بهتون بگم اه به نظرم 95 سالگی ما اصلا خوب درست نکرده اما بریم تصویر رو توی مقیاس بزرگتر ببینیم و اونم با هم دیگه بررسی کنیم خب این هم عکس 95 سالگی منه که دارید میبینید که اینجا دیگه کلم خیلی صاف شده موها همه سفید شده و بلند که احتمالا من هیچ وقت نظرم اینقدر بلند بشه ولی ریشا رو میبینید اینطوری درست کرده که استایل صورت من و ریشای من فرق میکنه پرتره و به نظرم خیلی کم پشت درست کرده کلا ولی خب به خاطری که اون عکسی که بهش دادم ریش نداشتم احتمالا بر اساس اون تصمیم گرفته که اینطوری در نظر بگیره ولی به طور کلی احتمالا من ریش بیشتر خواهم داشت و بقیه جزیات مثلا رنگ چشم ها رو اومده عوض کرده و اینجا تقریبا مایل به سبز شده که خب چشمای من قهوه‌ای هست ولی ابروها خطوطی که روی پیشونی آورده گوشا رو خوب رعایت کرده به نظرم چروک هایی که روی پوست آورده اینها خیلی خوب هست مثلا ببینید زیر گردن رو چقدر واقعی و شبیه به واقعیت تغییر داده و در واقع پیر کرده پوست رو قشنگ تغییر داده و همونطور که توی عکس بچگی کاملا متوجه می شدیم که این واقعا شبیه به یه بچه که پوست صاف و تازه و خوبی داره اینجا برعکسش رو عمل کرده البته زیادی شفافه ولی خب چروک ها رو خیلی درست حسابی گذاشته و خیلی جالب درست کرده و عینک رو کماکان همون عینک نگه داشته که اینم در نوع خودش جالبه ولی به از اینکه رنگ چشم ها رو تغییر داده و تقریبا میشه گفت سبز کرده این تغییر رو اعمال کرده چین و چروک ها به این شکل شده و من رو هم توی 95 سالگی دیدید و خب این هم خودش چیز جالبی بود همینطور میبینید که شونه ها رو افتاده کرده و لباس گشادتر توی بدن دیده میشه اینا جزیاتی هست که واقعا جالبه که الان ما به جای رسیدیم که هوش مصنوعی میتونه این کارها رو انجام بده اگر یادتون باشه زمانی که قوقای اوپن ای آی و چت جی پی اینا بود فقط برای اینکه یک تکست رو بیاریم بهش بدیم تکستمون رو درست کنه و چند تا سؤال رو جواب بده اما میبینیم که در عرض چند سال اینا چقدر پیشرفت کردن و هنوز هم جای پیشرفت زیاد دارن و پیشرفت خواهم کرد خب امیدوارم که براتون جالب بوده باشه ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید اگر دوست داشتید و حتما اگر این کار رو کردید و تصاویر رو براتون ساخت نظرتون رو در مورد عمل کردش توی کامنت ها بگید برام جالبه که بدونم تجربه شماها از استفاده از چچی برای این کار چی بوده مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار